کاملا روی این قسمت سفیدی ها رو با سبز میپوشونیم. سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سالانتون هم مبارک بشه، سالی پر از خوشی و شادی داشته باشید. ما امروز تصمیم گرفتیم که با مادر شوهرم باقلوای قزوینی درست کنیم. حالا شاید خیلیاتون نشینده باشید و یا اصلا نخورده باشید، ولی خب یه شیرینی خیلی خوشمزه و خیلی اصیل قزوینی هستش و درست کردنش واقعا سخته و کلی فوت و فن داره که مادر شوهرم زحمت میکشن و برای ما آموزشش رو میذارن ببینیم و یاد بگیریم. سلام، سال نوتون مبارک. این آموزش پخت باقلوای قزوینی هست، منتها ما خمیرش رو برخلاف سایرین که درست میکنن فقط از آب و آرد استفاده میکنن و کمی روغن، ما با زرده تخم مرغ و بگین پودر رو شیر به جای آب استفاده میکنیم که خمیر نرم تری بده. شروع میکنیم. 4 عدد زرده تخم مرغ، 1 لیوان شیر. شروع میکنیم با دست هم میزنیم، دو پیمانه پودر بگین پودر. من فقط در نقش همکار هستم، چیزی بلد نیستم. اضافه میکنی، تقریبا که حل شد. روغن جامد آب شده نصف استکان هستش. مرسی. حالا کم کم آرد شیرینی که الک شده رو اضافه میکنیم. خراب کاری هم میکنیم اینجوری تا وقتی که انقدر که به دست نچسبه. آها. ولی خب نرم باشه خمیرش دیگه. بله، البته من بلد نیستم و بگم از اون دوره، منم مثل شما دارم جا یاد میگیرم. نه، خواهش میکنم. ورز دادیم تا خمیر به این شکل در بیاد، نه به ظرف بچسبه نه به دست. این حالت را هم با اضافه کردن کم کم آرد به دست آوردیم. میذاریم خمیرش 20 دقیقه تا نیم ساعت استراحت بکنه تا بریم برای مرحله بعد. روش هم باید بپوشونیم. خب من اینجا پودر پسته داریم، برای یه دونه تابه کوچیک 150 گرم گفتن استفاده میکنیم. پودرشو که گرفتید حتما الک کنید با الک مخصوص باقلوا. بعد این کار باعث میشه که خیلی برشای باقلواتون خوشگلتر، تمیزتر باشه و باقلواتون لطیفتر باشه. به قولی نه؟ درسته. حدود 20 دقیقه گذشت، خمیر ما تقریبا الان آماده است. چون یکم بافتش لطیف شده با یکم آرد شروع میکنیم، یکم هم دستامون آردی میکنیم. به اصطلاح خمیر رو چون برای دوتا تابه میخوام به دو قسمت مساوی تقسیم میکنم. یعنی اصلا اگه بخواد یه تابه درست کنید اینو باید نصف کنن. ما الان دو برابر درست کردیم، همه چی نصف درست. دوباره اینم به دو تا گوله مساوی تقسیم میکنم، یه لواش برای زیر باقلوا، یه لواش برای روی باقلوا. فعلا علل حساب حالا روشو میکشونیم که نرم بمونه. خب این خمیر رو باز میکنیم. یکی از نکته‌هاش اینه که هر چقدر میتونید این خمیر رو نازک‌تر باز کنید که لطیف‌تر بشه. درسته؟ درسته. و از آرد استفاده می‌کنیم چون خمیرش بگیم پود داره، یه مقدار لطیفه. آرد کمک می‌کنه که پاره نشه. خب خمیرمون کاملا نازک باز کردیم. ته تابرم روغن می‌زنیم. آره، اینو چرک کردیم. تابه‌هامون این اندازه است دیگه. این مواد برای دو تا این اندازه اوکی. درسته؟ بله. فقط من اونجا پودر پسته رو برای یه دونه تابه گفتم 150 گرم، دو تا تابه بخواید درست کنید 300 گرم. درسته؟ بله. تو
طور کامل کف تابه رو با خمیر میپوشونیم. این قند بادوم ماست. قند بادوم قند و بادوم پوست شده مقدارش برابر هست. مثلا برای 1 کیلو قند 1 کیلو بادوم پودر میکنیم، حریر میکنیم، از علک مخصوص باقلوا حتما رد میکنیم که درشت نداشته باشه و به اصطلاح باقلوای نرم و صافی تحویل ما بده. بعد نیمی از اینو برای یه تابه در نظر گرفتم، نیمیشم برای یه تابه دیگه. اگه تابه بزرگ مخصوص 3 کیلویی باشه کل اینو باید ریخ. من چون تابه هم کوچیک‌تره نصفشو کردم. خب یعنی الان این قند بادوم 3 کیلوه. دو تا یک کنیم. درست. و چون این باقلوای ما پرچمی هست، یعنی زیر سرخ وسط سفید رو پسته میخواییم بزنیم، دقت کنید یه فوتی داره این. من پودر زعفرون رو با قند بادوم اندازه 150 گرم قند بادوم رو با پودر زعفرون قاطی میکنم که یک لایه به اصطلاح قابل به چشم بیاد، به اون شکل مثلا زخیم باشه یه لایه زعفرونی زیر باقلوا. قدیم با نمک پاش میریختن، خیلی لایه زعفرونیش قطور نمیشد. من الان این فوت کوزه‌گری رو به شما میگم که حتما زعفرون رو با مقدار قند بادوم مخلوط کنید که ارتفاع بیشتر زعفرون داشته باشه. خب حالا یه چیزی، حالا شما اینو توضیح دادید، ممکنه خب خیلی ها اینو اصلا نخورده باشن تا حالا ندونن چجوریه. اینو حالا بعد اینکه برش بزنیم خودتون کاملا متوجه میشید قطر زعفرون توش بزرگتر میشه. این خمیرم که کامل همچون که میبینید دور این سینیمون پیچیدیم. ها یه نکته دیگه من برام سوال پیش اومد، این از 105 این 150 گرم از همون 1.5 کیلو قند بادوم بود. آها یعنی جدا نیست. بله. از اونه. حالا میریزم کفش چون میخوام زیرش سرخ بشه. زیرش سرخ بشه و نارنجی بشه. و حالا پرچم قشنگ اینو پهن میکنیم همه جای تابه رو. خب این لایه زیر رو همطور که میبینید کامل یک دست همه یک نوا همه جاشو با قند بادوم زعفرونی پوشوندیم. حالا قند بادوم معمولی رو میریزیم. اینم صاف میکنیم و یک نواخت. یک نواخت که شد میتونیم هم هل اضافه بکنیم توی این مرحله، میتونیم هم اگه میخوایم فقط سرنگ باشه دیگه هل و فاکتور بگیریم، ولی من دوست دارم که باقلوام طعم هل داشته باشه. یعنی هل هم میریزیم؟ بله الان میریزیم. لایه اول قند بادوم ساده رو یک بار با گوشکوب خیلی نرم سطحش رو صاف میکنیم که منسجم بشه. الان متوجه شدید دیگه، گفتن که این قند بادوم رو دوباره به دو تا قسمت تقسیم کردن، نصفش رو ریختن، دوباره هل میریزن، دوباره قند بادوم باقی مانده رو روش میریزن و دوباره میکوبیدش دیگه. نه درسته. بله خب هل رو ریخته اید، الان این باقی مانده همون قند و بادومه دیگه. آخرین مرحله قند و بادوم. قند و بادوم. پس ببینید قند بادوم رو به 3 تا قسمت تقسیم میکنیم، 1.5 کیلو قند بادوم داریم که درسته دیگه. آره. نصفش قند نصفش بادومه. بعد این قند بادوم رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم، یکیش 150 گرم بله. که با زعفرون مخلوطش میکنم. چقدر زعفرون؟ زعفرون رو من سابیده شده شو 2 قاشق چای خوری برای یه تابه استفاده کردم. 2 قاشق چای خوری زعفرون سابیده شده رو با 150 گرم از 1.5 کیلو قند بادومی که داریم مخلوط میکنیم، طبقه پایین میریزیم، قشنگ صاف میکنیم. بعد اون 150 یعنی از اون 150 گرم نه یه بار دیگه بگیم، از 1.5 کیلو 150 گرم کم کنیم میشه 1.350 کیلو. درسته؟ 1.350 کیلو دو قسمت میکنیم. آره. هل چقدر زدی؟ هل من یه بسته زدم چون من خیلی دوست دارم باقلوام طعم هل بده. 3 قاشق غذا خوری بود میشد. بله شادم بیشتر اصلا که یه لایه تقریبا به من یه رنگم وسط باقلوا بده. آره دیگه یه لایه نازک بریزید که طعمش خوب میشه، بعد رنگم میده. درسته؟ بله یه کم رنگ تیره تر. آره. که به استراب باقلوامون به جای 3 رنگ 4 رنگ بشه. بعد اینم کامل همه رو هر وقت که میگم اینجوری کامل دور تا دور ریختید، کامل با این گوشکوب اینجوری بله. بکوبیدش که منسجم
یه نکته هم هست، بعضیا قبل از اینکه شروع کنن به کوبیدن، روغن مصرفی این باقلوا رو یه مقدار روش روغن میدن. منتها من این کارو نمیکنم. هر دوش هم میشه. منتها من بعد از اینکه برشامو زدم اون موقع روغنش به اصطلاح اضافه میکنم که آماده پخت باشه. روغنش هم کره شما میدید؟ من کره استفاده میکنم. خالص کره. من فقط آره کره و برای هر یه تابه 250 گرم کره استفاده میکنم. حالا مرحله آخر، رنگ سبز که روش قرار میگیره، 150 گرم پودر پسته آماده بود که اونم از الک باقلوا رد کردیم که ضایعات نداشته باشه، اضافه میکنیم و پهن میکنیم. کاملا روی این قسمت سفیدی ها رو با سبز میپوشونیم. این کلن باقلوا همش مغزه، همین جوریش خوشمزه است که پخته بشه چی میخواد؟ یه معجون غلیظ. دقیقا. این مرحله آخره که دیگه روی این خمیر میاد، که دیگه تقریبا به نکات پایانی باقلوا نزدیک میشه. اینجا یه نکترم جا داره بگم که وقتی میخوام پودر پستر بریزم رو، یه مقدار توی اون 150 گرم پودر پسته حدود 2 یا 3 قاشق از قند بادوم پودر شده باش مخلوط میکنم که چون خود پسته حالت چسبندگی داره و خوب باز نمیشه روی خمیر، اینجور راحت تر باز و لایه پستهی به اصطلاح زخیمتری هم به ما میده، زیباتر میشه. اینم کوبیده میشه، خمیر نهایی میاد روش، میریم برای برش. خمیر بدره هم مثل همین خمیر زیری باز کنم؟ بله درست. خمیرش فوق‌العاده لطیفه، مراقب پاره شدنش باشید. اندازه که شد دورش هم باید ببرن دورش رو. بله با دست سعی میکنید با انگشت چفت کنید، با خمیر زیری به هم بچسبن که مواد از وسطش بیرون نریزه. به این شکل اضافه خمیر رو با چاقو یکم بیشتر از روی خود باقلوا میبریم. حالا نوبت برش زدنشه به صورت باقلوا. همون لوز که کلا این باقلوا هم به باقلوای لوز معروف، لوزی میبریم. تقریبا 2 سانت. من فکر میکردم بعد از اینکه پخته میشه میبرنش. نه دیگه اون موقع نمیشه حالتش ده. تقریبا 2 سانت با فاصله های 2 سانت با یه چاقو که لبش هم حالت نداشته باشه، 2 سانت 2 سانت اول کاملا خطای صافشو میزنیم تا خطای مورمش. خط یه دست واقعا این بدون خطکش چجوری اینقدر یه دست در میاد؟ بعضی خطکش یا کاغذای 2 سانتی و حالت خطکش درست میکنن، با اون کارم میتونن. حالا ما دیگه چون خیلی درست کردیم، زیاد درست کردیم، دستمون اومده همون تقریبا. حالا میزان خیلی هم نه، ولی نه میزان نگاه کنید. حالا میخواییم برای خطای لوزیش بریم. همونطور که رو به من هست تقریبا 30 درجه میچرخونمش. اگه بخوام بیشتر بچرخونم لوزیش تقریبا به مربع نزدیک میشه، کمتر بچرخونم لوزیای باریکتر کشیده تری به من میده. پس حدودا 30 درجه تا
تابه رو میچرخونم، شروع میکنم. اول میتونید با انگشت و چاقو یه تراز بزنید ببینید مدل باقلواتون اگر میخواد این باشه تا آخر، پس این درجه برای بریدن کافیه. شروع میکنم. من این اندازه رو انتخاب میکنم، باز به دل خواه، یکی دوست داره باقلواش بزرگتر، یکی هم دوست داره تو گلای ریزتر ببر. الان این چند تا گل به ما میده دقیقا؟ این سایز تا به حدود 90 تا گل میده. 90 تا گل میشه؟ این چند کیلو میشه باقلواش؟ یک و نیم که به اصطلاح قند و بادومش بود، 150 گرم هم پودر قند و آرد و روغن هم بخوای حساب بکنی حدود نزدیک یه چیز 2 کیلو. 2 کیلو با خمیرش 2 کیلو 90 تا گل به ما میده دیگه. درست. حالا اگه بزرگتر بزنیم گلاش تعدادش کمتر میشه. بله. و یه چیز دیگه، بزرگتر خیلی راحت تر هم هست فکر میکنم، ریس تر سخت تر. آره ظرافت میخواد، این به اصطلاح بیشتر طول میکشه. آره طول میکشه و تخصصی تر. حالا مرحله قبل از پخته، من از کره استفاده میکنم، بعضی هم از روغن نیمه جامد استفاده میکنم، هر جور بسته به سلیقه شماست. کره رو آب کردم، حدود 250 گرم برای هر تابه. کره آب شده رو آروم آروم بهش اضافه میکنم. نیمی از این کره باید اضافه میشد. خب حالا تابه رو پرتشش میدیم که به همه جای این باقلوا به اصطلاح کره مالی بشه. برش ها به خاطر همین هم هست دیگه، این کره داخلش بله میره به قولی به مغز کار روغنی میشه، که حالا فرم آماده میکنیم تو این فاصله که بعد از اینکه این کره به جسم این مواد رفت، کامل به خوردش رفت، یه مقدار صبر میکنیم، بعد میذاریم داخل فر برای پخت. برای بعد از پختش هم برای هر یه تابه یک استکان کوچیک شکر و یک استکان کوچیک آب و نصف استکان عرق هل من استفاده میکنم، بعضیا گلابم دوست دارن، بسته به سلیقه است. شکر رو به قوام اومده تقریبا اضافه میکنیم آخر سر، بعد از پخت که در بردیم یه مقدار سرد شد باقلوا، شکر رو به قوام اومده رو بهش اضافه میکنیم و روش رو یه نایلون میکشیم همون حالت گرم که خوب منسجم بشه و بچسبه به هم. خب اینم از نتیجه نهاییش که کره رو ریختیم داخلش. حالا باید بذاریم داخل فر. فر رو یک ربع از قبل گرمش کردیم، بعد فر باید دماش 180 درجه باشه، به مدت 20 دقیقه میذاریم که کامل این خمیرش پخته بشه دیگه. خب توی این فاصله من گفتم که حالا یه بار دیگه مواد لازم رو بگم، چون از اول کامل دونه دونه نگفتم، در حین کار مواد لازم رو گفتم، ممکنه که اشتباه بکنید. حالا برای خمیرش که گفتن ما دو برابر درست کردیم، برای دو برابر 4 تا زرده تخم مرغ، 6 قاشق روغن، 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، 1 لیوان شیر، اینا رو همه رو با هم مخلوط میکنیم، بعد آردم کم کم اضافه میکنیم که خمیر جمع بشه و یه خمیر منسجم و در این حال لطیفی به دست بیاد. بعد میذاریم که خمیر بمونه، یه دیدید دیگه تو مراحل دیدید یه نیم ساعتی مون خمیر یکم حالا به قول معروف جا افتاد. بعد برای داخلش هم از مغز بادوم استفاده کردیم که مغز بادوم بازم میگم ما برای دو برابر استفاده کردیم، 1.5 کیلو مغز بادوم بودش، 1.5 کیلو پودر قند بود
که مغز بادوم رو پودر میکنیم همراه با پودر قند. بعد از اینکه پودرش کردیم، یعنی آسیابش کردیم، الکش میکنیم. حتما الک باید بکنید، چون این نکته خیلی مهمی هستش که باقلوامون خیلی خوشگل برش بخوره و بافت خوبی داشته باشه. بعد پودر پسته داشتیم. پودر پستمونم 150 گرم بود و زعفرون داشتیم برای دوتا، نه ببخشید، پودر پسته 300 گرم بود، برای یه سینی 150 گرم بود. بعد زعفرونم که فکر میکنم دوتا قاشق چای خوری گفتن، آره زعفرون. هلم 3 قاشق غذا خوری بود. برای شهدشم که حالا بپرسم براتون میام توضیح میدم شهدشو. خب برای شهدشم گفتن که یه استکان شکر، یه استکان آب با هم مخلوط میکنیم، میذاریم که یکم بجوشه. حالا اونجوری نیست که مثلا شربت بار به قوام بیاد، همین که شکر داخلش حل بشه کافیه. بعد نصف استکانم عرق هل داخلش میریزیم. فقط اینجا زعفرون نباید داخلش بذاریم، چون باعث میشه فکر میکنم باقلوامون رنگ بگیره، درسته؟ آره رنگ میگیره و نباید بریزیم دیگه. همین. حالا پخت در آوردیم از فر. وقتی هم که میخواد بپزه از خمیرای این دورش متوجه میشیم یه مقدار طلایی شده و اون کره به صورت کف کرده پف میکنن. اینجا متوجه میشیم که پخته. داغ هست در آوردیم از توفه. شکرابی که خنک شده دو ملاقه از وسط به همه جای باقلوا سعی میکنیم که انتقال بدیم و میپوشونیمش، درشو میذاریم نایلون جای خنک. فردا بعد از ظهر قابل درآوردن هست از توی تابه. حالا وقتی که خنک شد داریم در میاریم، حالا میگیرم براتون فردا. خب همین الان به ما گفتن که یه دونه از این تابه ها واسه ماست و واقعا من خوشحال ترینم الان. چه هدیه‌ای میتونست از این بالاتر باشه، چه سورپرایز واقعا از این خوشمزه تر. و خیلی ممنونم از مادر شوهرم که کلی زحمت کشید و هم این آموزش رو وقت گذاشت و این آموزش رو برای ما فیلم برداری کردیم و برای شما نشون دادیم. همین که یه دونه از این تابه قسمت ما شد دیگه، مرسی ازشون، واقعا خیلی زحمت کشیدن. بچه ها اگه این همین، یعنی همه این موارد رو رعایت کنید و پیش برید، مطمئنم بهترین باقلوا رو میتونید درست کنید و از نتیجهش واقعا لذت میبرید، چون همه آزمون خطاها انجام شده دیگه، شما دارید اون چکیده بهترین کار رو میبینید. ممنونم ازتون، واقعا خیلی لطف کردی، خیلی زحمت کشیدی، خیلی بهتون اذیتتون کردیم. یعنی خواهش میکنم، امیدوارم که دوستان عزیز دوست داشته باشن، درست کنن، لذت ببرن. ببین ما کامل اینو روش تلفن کشیدیم، یک روز کامل بمونه، بعد گلا رو در میاریم و بهتون نشون میدیم، باز ازش فیلم میگیرم. خب الان یک روز کامل از پخت باقلوا گذشت، تلفن پیش کردیم گذاشتیم جای خنک، الان موقع اینه که برشش بزنیم. خب تلفن رو از روش باز میکنم. از این گوشه اون خطایی که ببین، این گوشه ها که دیگه خب گل در نمیاد، حالا قابل پذیرایی نیست، ولی خب طعمش هست، همونقدر خوشمزه است، میتونید خودتون با چای میل کنید. ولی الان این برش هایی که خورده روش با چاقو دوباره اینجوری بیشتر فشار میدم که برش عمیق‌تر بشه. قسمت که بهتون گفتم من دروردم، اینجا هم شکافا رو یکم عمیق‌تر کردم. حالا بریم اولیش رو در این ببینیم چی جوری در میاد. این فقط این مرحلهش باید یه ذره با آرامش انجام بدید که فیلممون قطع شد. دوباره الان میگم این قسمت رو باید خیلی آروم و با حوصله انجام بدید که تمیز در بیاد. ببینید الان این قرمز و سفید و این هلی و اینم سبزش که پسته هستش، حالا باز در میارم براتون الان یه دونه دیگه. ببینید
ببینید همینقدر خوشگل و خوشمزه. یعنی واقعا اگه وقتشو داشتید حتما اینو پیشنهاد میکنم بهتون درست کنید، خیلی خیلی خوشمزه. خب من یه دونه دیگه هم براتون دروردم، همطور که میبینید سه رنگ که البته میشه چهار رنگ دیگه، با این حالت هلیش میشه چهار رنگ. این حالت زعفرونیشه، این بادومیشه، اینم که هل زدیم و اینم پسته هستش و کنار هم حالت منسجم قرار گرفتن و هر کدوم هم به تنهایی خیلی خوشمزن، کنار هم دیگه خیلی خیلی خوشمزه میشن. من سعی کردم همه نکاتو بهتون بگم که مشکلی پیش نیاد براتون و ببخشیدم که یه ذره تو حرفام تو پخ زدم، چون این اولین ویدیو منه که حالت لایف گرفتم و صحبت کردم داخلش، بیشتر حالت زیرنویس کار میکنم، ولی خب چون این خیلی تخصصی بود و ممکن بود متوجه نشید، گفتم که بیام صحبت کنم که بیشتر متوجه بشید و یه چیز خوب عذاب در بیاد. یکم باقلوا حساسه و در این حال که خیلی خوشمزه است خیلی هم حساسه. یه موضوعی رو خواستم اینجا بهتون بگم که از بابت دستور پختش و مراحل انجام شدنش کاملا خیالتون راحت باشه. این دستور همه آزمون خطاهاش رو انجام داده، یعنی هر کی که توی فامیل باقلوای مادر شوهر منو میخوره واقعا عاشقش میشه، چون واقعا خیلی ظریف و خیلی درست انجام میده کارشو. و خیالتون راحت باشه، با خیال راحت درستش کنید و نوشه جان کنید. خب آموزش امروزمونم به پایان رسید، امیدوارم که به دردتون بخوره، درستش کنید، کنار عزیزانتون نوشه جان کنید و از طعم خوشمزه و دلچسبش لذت ببرید.